در ادامه برنامه صبح و زندگی بخش صدای شما در کنار شما عزیزا هستیم و قلبا تشکر از این که برنامه صبح و زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین. در این لحظات برنامه هم مهمان ما آقای محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر با ما هستند و در رابطه با مشکلات شما عزیزا پاسخ ارائه میکنن. شمایی که مشکل دارین در قسمت وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر و یا هم با کارمندانشان مشکل داشتین یا بر شما مشکل خلق کردن یا هم شکایت دارین، در کل میتونین که شکایتتان همین لحظه با ما شریک بسازین. شماره تماس ما هم فعال است، 070-111-4090. میتونین همین لحظه تماس بگیرین و موقعیت خوب را اختیار بکنین. آقای عاکف سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. و سلام رحمت الله، خوبتان بخیر، خوش بشید، تشکر. سلامت باشین. خب بعضا در هفته که سپری شد از هموطنان ما پیام های هم داشتیم که مشکلات شدن در رابطه به امر بالمعروف و نهی از منکر با ما شریک کردن، ولی فعلا هم خوب است بریم به طرف تماس ها و ببینیم که کدام هموطنان عزیز ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستن؟ الحمدلله شما خوب هستین؟ سلامت باشین، تشکر. تقدیم میکنم برای شما، برای جناب عاکف. سلام. بسیار تشکر. خدا کنه یک روز خوب و خوشا برای کرده باشه. ممنون، بفرمایید. بله ما یک نظر داشتم، اگرچه موضوع مربوط اج اوقاف میشه. جناب عاکف صاحب، دی بغلان ولایت پلخمری مرکز، دی بغلان مرکز پلخمری خار مرکزی، اگر جامع مسجد شده دیده خطیب همیشه پا پختو بانده تقریر که بازه خلق ده شکایت که چه بغد صفات شمال اکثری پختانه چی دی طول پا دری بانده پیگی او کنور رجا ببانده شاید بلاتیت بردی بانگم در رجا بی خلق پختو بانده نپیگی او دیره کسان در شکایت که چه در خطیب مرکزی جمعت دی در مرکزی جامع جمعت دی پلخمبی دی خرد دو باندې سم خلق سر نخلاصيږي نه پويږي. کېدای شي که تاسو دا په دغه کې یو څه مشوره اج اوقاف ته ورکړئ، یا تاسو په دې کې داخل شئ چې همدغه موضوع که چېرې خطیب بدل شي یا په همدغه دري باندې دري ژبه باندې تقریر وکړي ښه به وي د خلکو دپاره. بعضې کسان داسې وایي چې عاکف دغه داسې تعبیز غوندې دی چې یعنې په خلکو باندې داسې په زوره تنبیل شوی دی. نمرای ما سلامون تا والیکم السلام و رحمت الله برکاته. سامد انشالله زب خبر ریاست سر خبر کم چوغیل حج و قاب ریاست سر شریک دارم. مثلا د اسلامی مرد براتک سر الحمدلله قومی سمتی جبانی هر دول تبعیزون ختم شوی او لری شوی دی. ټول هیوادوال د یو افغان تر نوم لاندې یادیږي او هر چا ته خپل حق تر همدغه نامه لاندې ورکول کیږي. دا فرق نه لري چې دا دري زبان ده او دا پښتو زبان ده، دا یو بل قوم والا ده او یا بلې ژبې والا ده، دا نشته الحمدلله. دغه مسله به هم زه له خپل ریاست سره شریک کړم، هغوی به له حج اوقاف ریاست سره شریک کړي، زموږ مربوط نه ده، هغوی مربوط. بسیار خوب، تماس بعدی را پاسخ میتیم. بله سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستین؟ خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. سهر هستم از ولایت پروان، رسولی جاوسرج به تماس شدیم. بسیار خوب، میربانی. از امی جناب عاکف صاحب میرم، میخواستم که امر بالمعروف جاوسرج بسیار سر مردم توهین تحقیر میکنه. ما چندین بار است که امی تلویزیون خود عاکف صاحب دیدیم، شنیدیم صحبت هایشان که میگه که حجاب در نظر بگیرین، هیچ کدام مشکل نیست. ما حجاب ما برابر است، همون چیزی که میگوین. اما امر بالمعروف جاوسرج همه زنها و دخترها را استات میکنه، پیش همه مردم توهین تحقیر میکنه، میگه چرا شما چادری نمیکنین. نه خیر خواهر عزیز، صرف چادری حجاب نیست، بلکه چادری هم حجاب است. اما حجاب سیاه که میباشه پیلا اکثر خواهرای ما شما از او استفاده میکنه، خاطر حجاب او هم حجاب است. یک چیز دیگه اگه وا انتخاب میکنه برای خود که اما بدنش دو پوشیده باشه، او هم حجاب نیست. یک چیز مشخص نیست که ما بگویم که این حجاب است. حجاب پوشیدن بدن خانم ها، همین حجاب است. و ما خواهر عزیز، ما امرای ریاست کابل
گپ میزنم و امرای ولسوالی امیر ولسوالی جبل سراج هم انشاءالله متوجهشان میکنم و از تمام خواهرانشان یک خواهش میکنم که حجاب فرمایش وزارت امر معروف یا خواهش وزارت امر معروف نیست بلکه حجاب حکم خداوندی است به خواهرا فرض است حجاب از خواهرا التماس میکنم که حجاب مراعات کنه و یک چیز که بار بار میگم بعضی خواهرا امی پتلونا را میپوشه که سرش نام حجاب سیاه داره نه برقه داره نه دیگه چیز داره خواهش میکنم که حجاب نیست حجاب مراعات کنه خوب است بله درست است ما همین همه چیز در نظر میگیریم من انشاءالله متوجهش میکنم امروش گپ میزنم خواهر بله تشکر میکنم امیدوار هستم که بیننده عزیز ما پاسخ خود را دریافت کرده باشند و میریم به طرف تماس بعدی بله سلام صبح بخیر سلام علیکم خوب هستین ساعتتون خوب علیکم سلام تشکر آقای عاکف هم به شما سلام میرسانند کی هستین از کجا تماس گرفتین مکب صاحب ما از خوشحال خان کابل به تماس شدیم که 8 ماه پیش برادر ما را در حوزه سه شهید کردن موترش هم گرفتن و سرش بختان هم کردن حالا خودش رو شهید کردن های موترش بند کردن موترش هم نمیتن هیچ رقم از عدیزام کرده ما جای دوید ما نه بازخواست خودش هم کرد نه موترش هم داد مسئله ایش چی بود؟ مسئله ایش چی بود؟ چی تو؟ مسئله خودش هم به خودش دوستی جور کردن برادر ما زرگری داشت کار میکرد کدام سارق نبود داعش نبود مقامتی نبود دوز نبود بیا از ملک ما از خاندان ما پرسان که بناحق دادنش موترش هم بند کردن خیر برادر عزیز شما به بخش سمشکت وزارت امر معروف همه قضیتان شریک و انشاءالله موترتان هم داده میشه و از برادرتان هم پرسان میشه طرف دارلمان که میری از دمزنگ به دارلمان نرسیده ریاست پنج روبروی شبخانه نور وزارت امر معروف است همو جریزه کنم؟ بله در بخش سمشکت سعید میکنم از شما همچنان به طرف تماس بعدی میریم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن بله سلام صبح بخیر بله سلام تماس بعدی را پاسخ میتیم بله سلام صبح بخیر بله سلام صبح خیر علیکم سلام خوب هستن خوش آمدین تشکر سلام به شما میمانیتون علیکم سلام و ما این مسئله چیره که بیشتر گفته آقاس ما تایید میکنم که همی حجاب مراد کردن یک حکم الهی است باید همه خواهرای ما همه برادرای ما مراد کنند و همی منطقه چی هست که طرف غرب دیگه گفته ما دیر دام دستم رو سنچن به کار داشتم باور کنیم که همینجا اینا متصدی خود روان کنن هیچ زنان خواهرای ما دیگه چی رو مراعات نمی کنیم که جا به اصلا مراعات نمی کنیم شما یک بکنیم تصدیم خود زامت میشه به میشه هم روان کنیم اینا بیسه اکسایی هست که برین شما ببینیم تصور نمی کنیم که اینجا آیا حجاب مراعات میشه یا نمیشه سعید مشخصا برادر عزیز غرب کابل گفت شاید دشتی برچه باشه بله آتش برچه تقریبا چند روز پیش دیپا از حجاب اموجا از اهل تشیع یک برنامه هم جور کرده بود و اوجا ما خودم هم رفته بودم امره واد تماس هستم انشالله در تمام کشور نه صرف در غرب کابل یا دیگه جای دیگه جای آگاهی پروگرام های آگاهی همه دارم و متوجه هستم انشالله تا که خواهرای خود را بپهمانم که حجاب حکم وزارت امر معروف یا حکم محتسبین یا حکم امارت اسلامی نیست حجاب حکم خداوندی است خواهر عزیز شما حجاب مراد کو محتسبین و دیگه هیچ مشکل امرتان نداره و امیکی وزارت امر معروف میگه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است من را منکم منکرا فلیغیره بیده کسی که شما منکر دید به دست و را منع کو این متوجه به حاکم است حکومت باید به دست منش کنه فایل میسته توی فبیل سانه اگر طاقت تن نبود توانی تن نبود به زبان او را منع کنه این حکم عالم است برش توصیه کنه فایل میسته توی فبی قلبه اگر بازم توانشان نبود توان شما نبود که به زبان و به دست منع کنی در قلب اما منکرشان نفرتش کو و ذالک از اپل ایمان امی درجه ضعیفترین ایمان است محتسبین سرش پرز است
که جلای من کرات بگر از طرف امر معروف از طرف امیرالمومنین حفظه الله ورا برش متوجه شده وظیفه داده شده مسئولیت داده شده که من جلای من کرات بگر و معروفات اقامه کنه و انشالله متوجه است و روز به روز انشالله خوبی میشه. میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ تماس شما وصل و صحبت بکنین. بله مشکل دارم. بله صدای شما را داریم، بفرمایین. موقعیتان خوب نیست، میشه که کم موقعیتان تغییر بتین تا صدایتان ما بهتر داشته باشیم؟ بله میشنوید؟ بله فعلا میشنویم، بفرمایید. از پانتون کابل با شما به تماس بگیم. همینجا یک این چیز است، مشکل او داریم. پالی مغزن خانه ما است، یک مامیش ما او نداریم. همه به ما اید نمیگن که چی مشکل است. مربوطی زارت آب و برشنا میشه، به شما به ریاست شهری کابل هم شریک کرده میتانی و به وزارت هم. تشکر میکنم. خب تماس بعدی را پاسخ میتیم. بله سلام صبح بخیر. بله سلام علیکم برادر. علیکم سلام، خوب هستین؟ خوش آمده. سلام خدمت شما رستم جان. علیکم سلام. خدمت مهمان شما. خوب هستین؟ سلامت باشین، تشکر. امیدوارستم شما هم خوب باشین، بفرمایید. برادر قم ما منی یک خواهش داشتم به خاطر از اینکه طرف همیرار بکابل امی آرایشگاه امی دخترهایی که در منطقه هستن بسیار باید سویه بد میگردن. اما برادر ممکنن که با واقعیت من خودمم شمولی به خودم میگم بسیار وضعیت اون طرف ها خراب است. تواجه امی امارات رو میخوایم برادر قم. صحیح است انشاءالله. خیر عزیز، بازم متوجهشان میکنم و متوجه هستم، نه در صرف در غرب کابل بلکه در تمام کابل، در تمام کشور انشاءالله کوشش میکنم که خواهرها را متوجه کنم به می حکم الهی، به می حکم فرض که حجاب است که خواهر متوجه باشه. بله تماس بعدی را پاسخ میتم. بله سلام صبح بخیر. بله سلام، خوب هستن؟ بله سلام. وعلیکم علیکم سلام. کسین از کجا تماس گرفتن؟ بله صدای شما را داریم، صحبت بکنین. ما از خوشحال خان تماس گرفتیم. خوب بخواهیم. بسیار خوب، میربانی؟ میخواستم از وزارت امر معروف یک سوال کنم که ما یک هتل داشتیم در پخمان که مور اجازه نمیتن که به حساب خچی خانما شود. اگر مور ما مثلا در کجا بریم، ما چی کنیم، مراجع کنیم؟ اگر مور اجازه بتن که ما فعالیت فقط به خاطر خانما کنیم. ما چندین بار آمدیم مراجعه هم کردیم، ایچ کدام پاسخ بر ما ندادن. امیر خواهش میکنم از پرسان کنیم که از ما به کجا امی مراجعه کنیم یا چطور. خواهر عزیز، شما میتونی امرای شهروالی یا مربوط دیگه کدام ارگان که میشه امرای و شما رابطه کو انشالله کارتن میشه. اگر نشد باز اگر مربوط وزارت امر معروف کدام کاری بود میتونی به وزارت مراجعه کنی یا به ریاست شهری کابل یا به ریاست کابل. ما به وزارت امر به معروف هم عرضه کردیم، بر ما پاسخ مشخص ندادن، گفتن برین به ریاست جمهوری برین. باز اونجا مریضی من دانیم، هیچ کنم پاسخ مشخص ندادن به ما. میره لطفا بر ما بگوین که کجا بریم. انشالله ما تعقیبش میکنم، پسند انشالله باز جوابتان میتم. تشکر میکنم. به طرف تماس بعدی میریم. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ خوش آمده. بخیر هستین. بسیار خوب، خیلی خوش آمدین، بفرمایین. خلاص ما از میدان آتک هست از ناهی بیمازم. بگو خواهر. صدا ما را مشکل باشتیم. تلویزیون تانه لطفا صداش را پخش بسازین که صدای شما را خراب ساخته، بر ما درست همه. نه خیر نیم، فعلا تلویزیون شما کاملا صداش بلند است. خب بفرمایین. صدای شما خواهر عزیز خوب ندارم. خب
صدایشان درست بر ما نمی آمد، به او خاطر تماسشان قطع شد و وقت ما هم تمام است. تشکر می کنم از همه شما عزیزا که تماس گرفتین و شکایتان با ما شریک کردین. امیدوارم پاسخ خوب دریافت کرده باشین و انشالله که مشکلات شما عزیزا همچنان حل شود. و از حضور شما هم بسیار تشکر می کنم از اینکه تشریف آوردین در صبح‌ها زندگی. همچنان از شما سلامت باشین. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار ما هستن و صبح‌ها زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین. وقفه کوتاه می‌گیریم و چند پیام بازرگانی را با هم می‌بینیم. در ادامه تازه‌های از دنیای تکنولوژی را با بصیر جان فراموش نکنین.